حقیقتش من یک کتابی در دست دارم به اسم مفسران کانت. این مفسران کانت خیلی دامنه داره، برای اینکه کانت که در سال 1804 فوت کرده، یعنی 4 سال فقط در قرن 19 زندگی کرده، بیشتر عمرش رو و کارهاش رو در دهه‌های آخر قرن 18 انجام داده که مصادف بوده با سیاست فرهنگی فردریک دوم آلمان، مصادف بوده با نهضت منبرالفکران روشنگران، خیلی اهمیت داره. کانت رو خیلی ها تفسیر کردن به یه معنای هگل و فیخته و شلینگ و شوپنهاور و تمام افرادی که من در قرن 19 میتوانم اسمشون رو به زبان بیارم، اینا مفسران به یه معنای مفسران کانت هستن، بدون اینکه کانتی باشن. کانتی نیستن، ولی از عناصر فکر کانت گرفتن و نظریه های خودشون رو بس دادن. این حالا فعلا دیگه مورد بحث ما در این جلسه نیست و این ادامه پیدا میکنه در تا حتی قرن 20 و در اواخر قرن 19. البته یک مکتب هایی به وجود میاد به اسم مکتب های نو کانتی. اینا برکسون آخر قرن، اواخر قرن به اصطلاح 19 به دایه اومده، استاداش بیشترش نو کانتی بود، از دو مکتب بود، مثل لاشلیه، مثل بوترو رو من شخصا کار کردم، خیلی استاد بزرگی بود بوترو، مثل راورسون، اینا همشون در واقع مفسران کانت هم و همشون در کتاب من جایگاهی دارن، بدون اینکه در واقع عین کانت باشه. یعنی اختلاف نظر در فلسفه های کانت خیلی زیاد و این اختلاف نظرها در واقع خیلی منجر به پیدایش افکار زیادی شده که با خود کانت تفاوت داره. برگسون هم یک کسی اینطوریه، یعنی مفهوم زمان رو از کانت گرفته و ولی قبول نداره که زمان و مکان همسان باشن. برای او زمان به طور تام با مکان متفاوته و ما وقتی که زمان رو اندازه میگیریم با عقربای ساعت یا با سایه دیوار روی سکو، داریم قلب ماهیت از زمان میکنیم. ما زمان رو اندازه نمیگیریم، مکان رو داریم اندازه میگیریم و بر اساس اندازه گیری مکان اندازه‌ای برای زمان قائل میشه. خیلی بحثا اینجوری داره و اون زمان اصلی رو استمرار مینامه که فقط به شهود دریافته میشه و درونیه و زندگی درونی ما رو تشکیل میده. یعنی در واقع زمان به معنای برای برگسون مسیر روح انسان، جان انسان. وقت اینجا با بحثی که قبلا میفرمودید یه چیزی در برگسون هست. برگسون در این حال اصالت حیاتی است، یعنی فلسفهش به اصالت زندگی هم نظر داره و فکر میکنه که زندگی در واقع صورتی از استمرار، چیزی که مستمر و تقطیع نمیشه مگر اینکه قطع بشه دیگه. خب برای این بحث ها رو جای خود داره. برگسون
زمان رو روانشناختی میدونه، درونی میدونه، غیر قابل اندازه گیری میدونه، زمان ماهیت اصلیشو. بعد متجانس نمیدونه زمان رو، آنات و زمان نیستن. مثلا در حال انتظار زمان برای ما خیلی بدی میگذاره، در حال خوشی و شادی زمان خیلی سریع میگذاره. اون زمان اصلی کیفیت نه کمیه، مکان کمیت. ما اینو مکانی میکنیم برای اینکه اندازه بگیریم، ولی اینطوری نیست. چیز هم از طرف دیگر در نظرات عمومیش، نظریه های عمومیش، اینا رو نمیگن نظر، میگن نظریه عموم. در اون نظریه عموم، نظریه های عمومی، انشتین هم قائل به نسبیته، نسبیت زمان و مکانه و خیلی حرفای و مقارنه رو نفی میکنه. زمان مقارن نیست، آنات مقارن نیستن، یه بحث های خاصی با خودش داره، ولی در نهایت زمان را تابعی از مکان میکنه. زمان تا درست نقطه مقابل برکسون. اگر برکسون زمان کانتی رو از مکان کانتی جدا کرده و یه حیثیت تازهی برای اون قائل شده که عالم درونی ما رو با اون بحث میکنه، که ما الان مثلا همین الان که ما نشستیم، اون چی که در درون ما حس میکنیم همین زمان، استمرار زمان. برکسون یک بحث انسانی بگیم غیر قابل اندازه گیری و بهش میگه شهود. شهود یعنی آنن در میابیم بی واسطه، چیزی نیست که در بارش بشه استدلال کرد. و حیات رو هم خب خیلی مهم، حیات برای برکس. از این ناراض با انشتین میتونه منافات داشته باشه، چون انشتین هم زمان رو تابعی از مکان میکنه. مکانی که ما وایسادیم معنای زمان رو به ما نشون میده، خب و مقارنه ای هم وجود نداره. حالا این دوتا به علل خیلی زیادی در سال 1922 در پاریس در یک انجمن فلسفی قرار میشه که 6 آوریل اون سال قرار میشه که با هم یه مذاکره ای بکنه. و صحبت این است که بعد از اون مذاکره، صحبت این است که این انشتین نامزد گرفتن جایزه نوبل بشه. اونجا یعنی این جلسه یه جنبه نمایشی معرضی داره، برای اینکه برکسون در فرانسه خیلی شهرت داره، خیلی محبوبه، واقعا کیفیات کارش استثنائیست. یعنی یه گفتن ها اینو من آوردم تو مقالم، ولی حرف مال خودم نیست. در کلاساش شاگرده ها اصحار میکردن شعف یادگیری به ما یاد میده، یعنی ما اصلا علاقمند میشیم به یادگیری، نه به حرفا، به ما یادگیری یاد میده، شعف یادگیری، یه خوشحالی از اینکه چیزی رو یاد گرفت. و این هم دروغ نیست، یک آدم فوق‌العاده نجیبی بود. در مجموعه آثارش که تعدادش هم زیاده، واقعا هیچ وقت از نزاکت خارج نشده، عفت لفظ داره، در مقابل اختلاف نظرها هیچ وقت سعی نکرده مخاطب خودش رو خار بکنه یا با کنایه با اون صحبت بکنه. یعنی یه چهره نجیب اون قرن، یک استادی که می آمدن فقط لحن و ادب را از اون یاد بگیر. چون فلاسفه این را هم بگم، خیلی نویسندگان ماهری نیستن، اما برکسون همه میگم استثنا. انقدر این قلمش زیباز، انقدر فرانسه رو سلیس می نویسه، گزیده می نویسه،
ترمز که همه چیز رو گزنجیده انتخاب کرده، که حتی امروز که دیگه اون نظام فکریش کمتر مورد نظر در حتی در فرانسه، ولی میخونن برای زیبایی کلام، یعنی فوق‌العاده قشنگ می‌نویسن. حالا عده زیادی هم اومدن، این برکسون ادیب و گزیدگو و به اصطلاح مهربان رو ببینن، یعنی یه از خود این جلب میکرد. همینشتین هم که در اون دوره شهرت جهانی داشته، فقط در میان گروه کوچکی از مردم که مثلا دانشگاه دیده بودن اینا شناخته نشده بوده، حتی در تمام کشورها اسمش به اصطلاح شنیده می شده و همگان تصور می کردن که جهان علمی تغییر می کنه و یه چیز تازه می گه. از آلمان هم خودش به پیشبینی پدرش خیلی زود از آلمان اینا خارج شده بودن و به طوری که انشتین همون موقع غیر از پاسپورت آلمانیش یه پاسپورت سوئیسی داشته، بعد هم یه پاسپورت امریکایی داشت، یعنی همون موقع، یعنی خیلی زودتر. یک چهره در پرینستون تدریس کرده بوده، یک زبان خوب میدونسته، البته میگن بچگیش باهوش نبوده، سایی هم نبوده، بعدن یه دفعه تحول پیدا کرد و با فلسفه های معروف جهان هم، خاص آلمانیش که خودش اصلیتش آلمانیه، یهودی آلمانی، آشنا بوده. خب این درست چیزی بود که به درد هم دیگه میخورد. من در این نوشته گفتم که بازم یک بار دیگر فلسفه و علم با هم روبرو میشن، البته ظاهرن باخت و فلسفه از هم میشن، بلکه علم طبیعی است که استفاده این شاید داشته باشه، بیشتر جلب نظر میکنه، ولی ادامه تحقیق بعداً با فلسفه است. یعنی علم در یک دوره شهرت پیدا میکنه ولی تفکر رو پایان نمید، تفکر باید ادامه پیدا بکنه. و حتی از اونجا برای این برای جنم بالی عرض میکنم که فلسفه یعنی استمرار تفکر، خیلی برکسونی، یعنی ادامه تفکر، اونجا که همه میذارن کنار که خب تموم شد پیدا کردیم، نه، این ادامه میده تفکر رو، یه جور سرزندگی میاره، یک جور کنجکاوی های مضاعف و جدیدی رو به وجود میاره. و اگر در واقع شاید فلسفه فعال نباشه، علم پیشرفت نمی‌کنه. در نتیجه میره به مشکلات فلسفی، بعدا در علم به صورت تجربی میخوام جوابی پیدا کنم.